سلام، خوش اومدین به 262 شماره از روزنامه توپ. امروز دوشنبه 3 مهر ماه به رسم همیشگی خبرهای مهم روز فوتبال ایران رو کنار هم مرور میکنیم. خبر بد برای مدعیان: احتمال بازگشت امتیاز به سپاهان. باشگاه سپاهان اصفهان همچنان پیگیر پرونده سنگین انضباطی خود در کمیته استینافه تا شاید بتونه بخشی از امتیازات کسب شده رو به حساب خود برگردونه. مسئولان کمیته استیناف قرار تصمیم نهایی خود رو تا 10 روز آینده بگیرن. در همین رابطه شنیده میشه احتمال کاهش جریمه تعیینی و بازگشت بخشی از امتیازات کسب شده طلایی پوشان با توجه به لایحه دفاعی جدید باشگاه سپاهان بسیار افزایش پیدا کرده. افزایش شانس حضور ترابی در بازی با الدحیل. مهدی ترابی که به خاطر مصدومیت خروج زود هنگامی از ترکیب پرسپولیس برابر النصر داشت، بعد از 1 هفته استراحت و کار درمانی به تمرینات برگشت. همچنین در رابطه با این بازیکن خبر رسیده مصدومیت خفیف ترابی از ناحیه پا رفع شده و هرچند دچار سرماخوردگی شده، اما به دیدار با الدحیل میرسه. فرصت 48 ساعته ماشاریپوف به استقلال. روز گذشته صحبت‌هایی مطرح شد که استقلال با ماشاریپوف به توافق رسیده، اما تا الان توافقی انجام نشده و ماشاریپوف اعلام کرده تنها 48 ساعت دیگه منتظر استقلال میمونه. باشگاه استقلال به دلیل پنجره بسته نقل و انتقالات هنوز قرارداد گوستاو بلانکو مهاجم آرژانتینی خود را ثبت نکرده، ضمن اینکه بازیکنان به دلیل پرداخت نشدن مطالباتشون دست به اعتصاب زدند. بلانکو در فهرست سهمیه آزاد آبی ها. خاویر گونزالز، مدیر برنامه رسمی گوستاو بلانکو، برای برگزاری جلسه با علی خطیر، مدیر عامل باشگاه استقلال، وارد تهران میشه. بلانکو مهاجم سابق ایبار اسپانیا که از سوی سرمربی برای عقد قرارداد به باشگاه معرفی شده بود، در آخرین شب نقل و انتقالات تابستانی در استانبول با استقلال به توافق رسید، ولی به دلیل بسته شدن ناگهانی پنجره استقلال قراره به عنوان سهمیه آزاد فیفا وارد لیست بازیکنان بشه. روی تیم ملی فوتبال با ژاپن پیش از جام ملت‌ها. پیگیری‌ها نشون میده که ژاپن و کره جنوبی از جمله کشورهایی هستند که احتمال روی اونها با ایران وجود داره. در این میون ژاپنی‌ها درخواست کردند با توجه به نبود زمان مسابقه تدارکاتی بدون لژیونرهای دو کشور برگزار بشه. در صورتی که دیدار ایران و ژاپن نهایی بشه، بازی در توکیو یا قطر برگزار خواهد شد که هنوز محل برگزاری بازی هم مشخص نشده.